لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، برادران و خواهران گران قدر، جوانان نازنین هم از دختر و پسر در سراسر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که از نصف ماه رمضان گذشتیم و ماه رمضان بر شما بازم نیک و مسعود میخواهیم و خداوند طاعات و عبادات شما را قبول کنه و ما بر شما دعا میکنیم، شما بر ما دعا کنیم. در یکی دو ماهی که گذشت میخواستم که یک دوستی تشکری دارم. من باید که در یکی دو ماهی که گذشت باید این کار میکردم، منتصفانه که محتویات برنامه قسمی بود که من باید که مطالب را که باید میگفتم باید میگفتم. اولتر از همه من از جناب ببخشین از بی بی آریانا آریا جان نایی جان آریا معذرت میخواهیم، نایی جان آریا تشکر میکنم که نایی جان آریا در الامیدا کاونتی در ایالت کالیفرنیا در دفتر قاضی القضات امی کاونتی که ما داریم کار میکنه و کارهای ما زیادتر سر مسائل خانوادگی و حقوق زنان و مبارزه با عدم تساوی بین زن و مرد و همی چیزاست. و یک محفل بود از محفل سازمان زنان بین المللی در شمال کالیفرنیا و در اوج اگرچه که من خودم نبودم در اون محفل، بر من یک سرتیفیکیت اپریسیشن دادن برای خاطر کارهایی که من همراه مردم برای تساوی حقوق مدنی و حقوق زن و مرد و حل و فصل مسائل خانوادگی من میکنم و این را الامیدا کاونتی برای ما تحفه دادن که خواستم که همراه شما شریک شوم. و ما از نانسی و مالی الامیدا کاونتی دیسترکت اتورنی و همچنان از نوی جان آریا یک جان تشکر میکنم که در کنال دیگه خانما مرا توصیه کردن که این تقدیر نامه را بگیرم. همچنین از جناب انجینیر صاحب گرامی آقای فدا، غلام محمد فدا، مؤسس بنیاد افغانستان بیت آموزش و پرورش برای افغانستان بیتر که اونا در اوج بسیار خدمت میکنن که میخواین که از طریق اسکایپ در دانشگاه هرات تدریس توسط استادایی که در ایج هستن تدریس صورت بگیره و ما همی سال تعلیمی که گذشت یک کورس جامعه شناسی اسلامی و جامعه شناسی به سبک غربی را یک جایی در دانشگاه هرات ما تدریس کردم از طریق اسکایپ و از او خاطر جناب دکتر صبی گرامی، دکتر عبدالله فائز، رئیس دانشگاه ایراد بر ما یک تقدیر نامه روان کردن برای بهترین سبک تدریس و ای از دانشگاه ایراد بر ما رسیده و ما از اول از جناب انجینیر صاحب فدا تشکر میکنم که این فرصت بر ما مهیا ساختن که در خدمت دانشگاه ایراد باشم. لطفشان است، کرامتشان است. و دوم از جناب دکتر فائز که تقدیر نامه را بر ما رایی کردن من یک جهان سپاس دارم و تا که هستیم و زنده هستیم در خدمت خانواده ها و در خدمت مثل پدرم مرحومم در خدمت معارف کشور هستیم. و همچنان یک دو کتاب بسیار جالب بسیار دلچسب ما از آقای فرید حسین طاهری ما طور تحفه گرفتم که این دو کتاب از اشعار آقای فرید حسین طاهری هستند و جنابشان یکی از تحصیل یافتای امریکا هستند که در امریکا سالهای گذشته آمدن و در امیجا درس خواندن در انستیتوت آف ماساچوست انستیتوت آف تکنولوژی
و آقای فرید حسین طاهری در پالوی مسائل انجینیری و کارهای که در رشته خود کردن در این سالهای متمادی یک دو کتاب شعر بر نوشتن که یکیش از اشکهای سروش و دیگهش از دروازه نور از فرید حسین طاهری. این کتاب ها یک هفته پیش بر من رسید و فوقلاده قد و صحافت زیبا و خطاطی بسیار زیبا، اشعار فوقلاده زیبا که من برشان تبریک میگم، بر جامعه افغانی تبریک میگم. گرچه کتاب ها وقت چاپ شده بود اما بر من رسید. به خواهران گرامیشان دکتر صف کاملا جان و بی بی شهر بانو و همچنان برادرشان دکتر صف علی طاهری تبریک میگم و تمام جا کمیونیتی افغانی. افتخار است که در این عالم هجرت و غربت ما افغان ها در اینجا از پول شخصی و هم چاپ میکنیم، هم می نویسیم، هم چاپ میکنیم، هم توزیع میکنیم. یعنی وان من بند، یک کار است که یک نفر کل کار میکنه و این کلانترین افتخار است. و از اینکه این دو کتاب بر من جناب آقای طاهری، فرید حسین طاهری بر من روان کردن، از شان یک جهان تشکر میکنم و بر شان تبریک میگم. و کسایی که میخواین که این کتاب ها را داشته باشن میتونن که برای ما ایمیل کنن که ما شماره تلفن آقای طاهری رو برشون بتم و بر شما بتم و شما میتونید که اگر کتاب ها هنوز باقی مانده باشه کتاب ها رو بر شما یعنی چی کنیم. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از ایالات متحده امریکا و از تلویزیون آریانا در خدمت شما هستم و از همکاران گرامیم که در کابل امرای ما کمک میکنن و این برنامه را خدمت شما پیشکش میکنن یک جهان سپاسگزار هستم. بازم رمضان همه شما مبارک. یک چند سوال آمده بود که خدمت شما عرض میکنم. اول یک سوال از آلمان آمده که یک سوال از آلمان آمده که آیا ما میتونیم که نقاشی کنیم و رسم یک انسان بکشیم، آیا این درست است یا نیست؟ در اسلام وقتی که مسلمان ها یک کار میکنن نیتشان مطرح است که نیت چی کار دارن. اگر ما نیت ما یک نیت خراب باشه، نیت کفرآمیز باشه، نیت شرک باشه، معلوم دار او قابل قبول نیست. اگر ما یک رسم یا یک تصویر میکشیم که او را عبادت کنیم، معلوم دار این قابل قبول نیست. اما این که ما رسم مادر خود میکشیم، رسم پدر خود میکشیم، رسم یک دوست میکشیم، رسم یک قهرمان کشور میکشیم، ای مثل عکس واره که حالا عکس هم از جمله تصاویر است، ای از هنرهای زیباست و هنرهای زیبا در اسلام معلوم دار همیشه تقدیر شده. و شما وقتی که میناتورها را ببینین، میناتورهای ثقافت اسلامی را شما از گذشته های دور ببینین، رسمای انسان ها است، حیوانات است و گل هاست و طبیعت است، هر چیز است. پس باز کسان میگن که نه رسم کسی را نکنین که ای گناه داره، ای طرح گپا، ای گپا درست نیست. رسامی، نقاشی، مجسمه سازی، هر چیز وقتی که نیت انسان برای هنرهای زیبا باشه، معرفی آثار کشور باشه، معرفی بزرگان کشور باشه، ده هیچ کدام گناهی نیست. وقتی یک رسم، یک مجسمه و یک هرچی که باشه او برای یک مسلمان حرام میشه که
نیت، نیت شرک باشه، نیت کفر باشه و نیت پرستش از او باشه، که در او صورت او مجاز نیست. در غیر از او، هنرهای زیبا یا فاین آرت در اسلام بسیار قدردانی شده و وقتی که شما آثار گذشته اسلام میبینین پر از این مطالب است. یکی امروز نیفهم چرا این مسائل یکی حرام میگه و یکی شرک میگه و اینا، این به خاطر نظر شخصی من است که این کلش هجوم وهابیا در جوامع غربی و در کشورهای دیگه است که اینا میلیون دلار چی میکنن، پول مصرف میکنن که این چیزا باید نباشه و ایره. حتی به تاریخ اینا اعتقاد ندارن، مثلا مجسمه بامیان به مو زیباییش، به مو عظمتش که معرف باستانشناسی افغانستان بود، معرف تاریخ افغانستان بود و مسلمان ها در افغانستان آمدن، وقتی که مسلمان ها در افغانستان آمدن و افغانستان وقت که نامش افغانستان نبود، قطع زمین آریانا و خراسان بود و این خطه را اشغال کردن، هیچ کس به بت بامیان یا مجسمه بودای بامیان غرض نگرفت. و از اینکه اگه حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین است که اگه می خواهی که دین خودت احترام شود، دین دیگران را باید که احترام کنی. اما نه، شما جوانا باید بفهمین که هنرهای زیبا، فاین آرتس، رسامی، نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، همه چیز در اسلام حرام است، او حلال است. و او چیزی که حرام است، او اگر به مقصد پرستش می باشه، به مقصد شرک می باشه، به مقصد از این کارهایی که مندار اسلام از امروز اول در مقابلش مبارزه کرده. اما شما اگر که رسم مادرتان هم میکشین، رسم پدرتان هم میکشین، رسم یک حیوانات هم میکشین، رسم هر چی که میکنین، این فاین آرتس یا هنرهای زیباست و هیچ کدام مشکل ده این نیست. یک سوال دیگه آمده بود درباره وتر واجب، که امی وتر واجب تشریح کنین. وتر واجب قسم که شما میفهمین بعد از نماز عشاء یا نماز خفتن خوانده میشه، اما اکثریت تام مردم فکر میکنن که وتر واجب جز نماز عشاء است، در حالی که یک غلط فهمی بسیار کلان است. وتر واجب جز نماز عشاء نیست یا نماز خفتن، یک نماز پسشوی است که در احادیث شریف از او تذکر به عمل آمده. ایناله نزاکت های عزیده چیست که سر مسئله وتر واجب علمای کرام سنی و شیعه اختلاف نظر دارند. در اهل تسنن وتر واجب سه رکعت است و یک نماز پسشویست و یعنی جدا خوانده میشه. ضروری است شما متعاقب دو رکعت نماز سنت عشاء یا خفتن وتر واجب بخونید، میتونین که پسانتر بخونین، یک نماز پسشویست. در تسنن سه رکعت است و واجب است، یعنی کسایی که به فقه تسنن پیروی دارن اینا و پیروی میکنن، بر از اینا واجب است که این سه رکعت نماز پسشوی را باید که بخونن. همچنان علمای کرام گفتن که اگر شما در یک مجلس میشینین که مثلا نماز عشاء را میخوانین و دو رکعت سنت هم میخوانین و بعد از او باز دو رکعت سنت که خواندین، اگر شما در یک مجلس علم و معرفت میشینین، شما میتونین که نماز سه رکعت وتر واجب هم بخوانین. اما که غیر از مجلس علم و معرفت و اینایی می باشه، بهتر است که صبر کنین و در آخر پیش که استراحت کنین نماز بخونین. در تسنن قسمی که گفتم وتر واجب سه رکعت است و واجب است. واجب دکه می زنه به فرض، فرض نیست اما دکه می زنه به فرض. از این خاطر برای کسایی که فقه سنی را پیروی می کنن این واجب است. در فقه التشیع نماز وتر واجب یک رکعت است و مستحب است،
مستحب است که اگر شما میخوانین بسیار ثواب کمایی میکنین و اگر نمیخوانین گناهکار نمیشین. ای بود مسئله وتر واجب. و منتها یک نماز پسشویس و ما نظر ما ایست که بهترین شموس که آدم پیش زی که استراحت کنه یک وضوی نو تازه کنه و وتر واجب چی یک رکات میخوانین چی سه رکات میخوانین مربوط است به کدام فقه شما هستین، چی یک رکات چی سه رکات اوش مطرح نیست، مربوط به ایز به کدام فقه هستین. پیش زی که شما استراحت کنین باید تو رو بخوانین. اما یک چیزی که غلط فهمی بسیار کلان است بین افغانا که فکر میکنن که نماز وتر واجب جز نماز خفتن است یا نماز عشا است، در حالی که غلط است و یک نماز بکل جداگانه است. و ما ترجیح میدم که شما نماز وتر واجب پیش از اینکه استراحت کنین بخونین و بعد از او باز استراحت کنین. بریم به یک وقفه تجارتی کوتاهی دیگه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، ما فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس شو و شما تلویزیون آریانا را تماشا میکنین و از همراهی شما تشکر میکنم. سوال سیوم در مورد نماز تراویح است. سوال آمده که اگر ما نماز تراویح را نریم یعنی گناهکار میشیم؟ قطعا نه. نماز تراویح یک نماز سنت غیر موکد است. سنت غیر موکد به خاطر است نماز تراویح که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین چند شب برای نماز تراویح یکی دو شب یا سه شب برآمدن، باز دیگه نامدن و مردم و صحابه منتظر بودن و اونا خودشان به زبان خود گفتن که اگر من میامدم این معلومدار چی میشد، سنت میشد. از این خاطر و هر کس خودش نماز میخواند و یعنی یک اصول و یک نظم و گپا در زمان حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم در مورد نماز تراویح نبوده، برای اینکه جنابشان یکی دو شب خواندن باز رو نخواندن در خانه نماز میخواندن و مردم هم عین کار کردن. در وقت خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه چی گپ شد که مردم جدا جدا نماز میخواندن؟ وقتی مردم جدا جدا نماز میخواندن حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه دوم که خلیفه بسیار مقتدر و خلیفه بسیار شجاع و یک خلیفه بسیار مدبر بود و بسیار در عدالت بسیار زیاد دقیق بود، از این خاطر است که لقبش عمر فاروق ماندن. فاروق یعنی کسی که در عدالت بسیار بسیار دقیق است. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اونا هدایت دادن که ایواز که شما مسلمان ها جدا جدا نماز میخوانین بهتر است که شما یک جای نماز بخوانین و امی کار کردن و یک جای نماز خواندن و امی سبک نماز تراویح که امروز است که بعض مساجد 20 رکات میخوانه بعض مساجد کمتر میخوانه و 8 رکات این بکل پسان در اسلام ارزندام کرده و اما سنت غیر موکد است. سنت موکد اوست که دو کار حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب خودشان بسیار تاکید کردند و او را متداوم کردن. مثلا دو رکعت نماز سنت پیش از نماز فرض صبح ای از سنت های موکد است. از مخود است که کسی که میگن که نماز صبح چند رکعت است میگه 4 رکعت، در حالی که نماز صبح 2 رکعت است، اما 2 رکعت دیگهش سنت موکد است و برای مردم التسنن مرمدار واجب است خواندنش که باید بخوانن و همی سبک تراویح که امروز شما میبینین
ای پسان از زندان کرده. این حال بعضی کسا هستند که تکلیف پای دارن، تکلیف کمر دارن، زیاد استاد شده نمیتونن و اینا نمیتونن، و اینا اگر نمیتونن که بخوانن، میتونن که اگر 8 رکات در خانه بخوانن با آسایش که در خانه دارن بخوانن، و ضرور نیست که حتما مسجد برن. یعنی کسی اگر که نماز تراویر نمیخوانه، معلوم دار کسی گناهکار قطعا نمیشه. در تشیع هم مستحب است، ببخشین، اگر کسی معلوم دار میخوانه بسیار زیاد ثواب میکنه، و اگر نمیخوانه گناهکار نمیشه. چون ما میتونه فقهای کرام شیعه را مطالعه میکنم، فقهای کرام سنی را مطالعه میکنم، برای از اینکه ما از اردوش استفاده میکنم، برای از اینکه علمای کرام اسلام هم شیعه مذهب بودن و هم سنی مذهب بودن، و یک کسی که مثل ما ور محقق دین است، اگر ما تبعیض کنیم که تنها از سنی را بخوانیم، این خودش یک تبعیض است، و اگر از تنها شیعه را بخوانیم، این خودش یک تبعیض است. لذا ما معلوماتی که جمع میکنم برای شما همیشه اردویش جمع میکنم، و اردویش هم میخواهیم که برای شما پیشکش کنم. و یام بود نماز تراوی، و آمدیم سر یک موضوع دیگه که در فیسبوک بحث شد، و او عبارت از مسئله حب الوطن من الایمان است. یک تعداد زیاد مردم ما تو فکر میکنن که حب الوطن من الایمان یعنی که موضوعش، یعنی که همین قلمرو که ما زندگی میکنیم، کشور که ما زندگی میکنیم، این وطن که ما زندگی میکنیم، این به معنی اینمی دوست داشتن ازی جز ایمان است، در حالی که تو نیست. درست است که ما وطن خود دوست داریم، باید به وطن خود خدمت کنیم، باید به وطن خود رسیدگی کنیم، کوشش کنیم که تبعیض از بین برد، کوشش کنیم که مردم باسواد شوند، کوشش کنیم که اقتصاد کشور را خوب کنیم. اما دوستی یقت زمین به نام داخل ناخونک بگویم وطن، ای جز ایمان نیست. اصل گپ در کجاست که این موضوع در کتاب مرسال عباد، مرسال عباد از شیخ رازی، ای در این بسیار واضح آمده، و یک کتاب است که از کتاب های بسیار قدیم است، و در 654 هجری قمری شیخ رازی فوت کرده، و این کتاب از یادگارهای شیخ رازی است. وطن در دین آخرت مانا میده. وطن در دین یک قطع زمینه که ما در زندگی میکنیم مانا نمیده. وطن در دین آخرت مانا میده. خوب گوش کنین این موضوع رو، از اینکه بسیار یک غلط فهمی کلان است. و اولی که قسم که شما میفهمین، خداوند بهتر است که از نیشن استیت براتون بگویم. نیشن استیت یا دولت های ملی بعد از انقلاب کبیر فرانسه ارزندام کردن. پیش از انقلاب کبیر فرانسه معلوم دار قلم رو بودک، و این قلم روا امپراتوری ها بودن، و کسی اجازه نمی گرفت که از یک قلم رو در یک قلم رو دیگه داخل شود. مسافرین سفر میکردن، تجارت میکردن، میرفتن ازدواج میکردن، هیچ کس کسی در کار کسی غرض نداشت. از این خاطر است که زائران چینی و غیر چینی و مسلمان ها و هر کس در این قلم روا سفر میکردن. وقتی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه مسئله نیشن استیت یا دولت ملی به اوج خود میرسه، و پیشتر از او حتی پادشاه ها میرفتن از یک قلمرو مورد نظرشان از اوج زن میگرفتن، و یا از یک بچهشان یک زن میگرفت، یا از اوج یک زن یک بچه از اینا می آمدن، از این طرف از زن می گرفتن. مثلا مشهورترینش که براتون میگم که در تاریخ بسیار کلگی خبر داره، مثلا
ماری انتوانت فرانسه بود که اساسا از اتریش بود و ماری انتوانت از فرانسه رفت لوی 16 را گرفت و بعد از انقلاب کبیر فرانسه شورشیان و انقلابیون هر دویشان سر بریدن در شهر پاریس در میدان کنکور در شهر پاریس. لذا این روابط پادشاه ها و اینا و قلمرو و امپراتوری کدام هیچ کدام گپ نبود. آستاستا در قرن 19 و 18 و قرن 19 معلوم دار این مسئله نیشن استیت یا دولت های ملی بسیار زیاد قوی میشه و بعد از اینکه قوی میشه معلوم دار دمی وقت است که استعمار هم ارزندام میکنه، استعمار انگلیس و استعمار فرانسه و این دو استعمار، خب استعمار پرتغال هم بود، استعمار جرمنی هم بود، اما بزرگترین استعمار استعمار فرانسه و انگلیس بود در تقریبا در کل جهان. میریم به وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. سلام مجدد، در قسمت اخیر برنامه هستیم و موضوع حب الوطن من الایمان بر شما تشریح میکنم. و استعمار انگلیس و فرانسه وقتی که در خاورمیانه و در شرق معلوم دار پیشروی میکنه، اینا یک پالیسی میداشته باشن به نام تفرقه انداز و حکومت کن. مسلمان ها که در قلم روای خود زندگی میکنن، اینا به احساس اخوه زندگی میکنن، انما المؤمنین اخوه، تمام مسلمان ها با هم خواهر و برادر است و اینا به نیشن استیت معرفی نشده بودن. استعمارگران انگلیس و فرانسه اینا را به نیشن استیت از طریق نفاق چی میکنن، معرفی میکنن. و بزرگترین از این نفاق مسئله از این می باشه که به محمد ابن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابی انگلیس ها به تماس میشن و بر از اون میگن که تو خین یک امام هستی و یک شیخ هستی و محمد صلی الله علیه وسلم ای خو عرب بود، پس چطور که ای خطه شما در دست ترکاست؟ ولی از اینکه ترکیه عثمانی که 600 سال دوام کرد، معلوم دار حرمین شریفین در زیر دسته چی بود؟ ترکیه عثمانی بود. و معلوم دار محمد ابن عبدالوهاب در کنار انگلیس و فرانسه و اینا یعنی استعمارگران دست خود امرای انگلیس ها یکی میکنه و برای ترکیه عثمانی اونا را یکی میکنه و بالاخره ترکیه عثمانی در سال 1921 از بین میره در قرن 20 و از همینجا به بعد آستاستا مسئله و مسئله نیشن استیت یا دولت های ملی پیدا میشه. برای اینکه نه تنها که استعمارگران انگلیس و فرانسه و اینا در خاورمیانه این کار کردن در کشورهای اسلامی، در کل کشورها نفاق انداختن و خاطر قوم، به خاطر مذهب، شیعه را بر علیه سنی، سنی را بر علیه شیعه، اقوام بر علیه یکی دیگه انداختن که از این نفاق اینا سود بسیار بزرگ بردن و خودشان استیلای خود پخش کردن. در کتاب مشهور مرسال العباد در صفحه 59 می خوانیم که اینها را که بر روزگار دنیا مشغولند یادشان ده آن روزهای خدای تعالی که در جوار حضرت و مقام قربت بودند، باشد که باز آن مهر و محبت در ایشان بجنبد، دیگر باره قصد آشیانه اصلی و وطن حقیقی کنند. لعلهم یتذکرون لعلهم یرجعون. اگر محبت آن وطن در دل بجنبد، عین ایمان است، یعنی حب الوطن من الایمان. و اگر آن محبت نجنبد و طلب مراجعت نکند و دل در این جهان بندد، نشان بی ایمانی است. این در امی وطن در مرسال عباد که مؤلفش در 654 هجری قمری فوت کرده تذکر داده.
که مقصد از وطن این چیزی که ما شما امروز زندگی میکنیم این نیست. مقصد از وطن در دین آخرت است و ما باید در آخرت خود کار کنیم. اگر ما فقیر کمک میکنیم، مردم باسواد میسازیم، همه چیز آخرت خود میسازیم، وطن آخرت هم میسازیم. و بعد از او که مثلا آیت هجرت نازل شد، مگر زمین خدا فراخ نبود که شما هجرت کنین؟ این خودش ناسیونالیسم و دوست داشتن یک قطعه زمین که شما در اوجه تولد شدن ایره رد میکنه. و باز اومه یک انم المومنین الاخوه، تمام مسلمان ها با هم خوار برادر هستن. ما یک مسلمان الجزائری در الجزائر، او در دین برادرم است. یک مسلمان فرانسوی در فرانسه، او برادرم است. یک مسلمان ایرانی در ایران، او برادرم است. یک مسلمان پاکستانی در پاکستان، او برادرم است. وقتی که قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمان ها با هم خوار و برادر هستند. در تفاسیر کلاسیک خوار کشیدن، اما اساس اصل تفسیر آیه انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین در دین با هم خوار و برادر هستند. به ازی که اخوه از اخ آمده که مذکر است و از اخت مصدر اخت که بر مؤنث است، یعنی مسلمان ها با هم در دین خوار و برادر هستند. و باید از اون میگه ملت ابراهیم حنیفا، خودم این کلمه ملت ابراهیم حنیفا، و شما بهترین امت استین که به ظهور کردین. امت تنها برای کشور افغانستان نمیگه، برای تمام امت اسلامی میگه. از این خاطر این موضوع را چون در فیسبوک یک بحث سر شد و هیچ مردم موضوع را نمیفهمیدن، ما هم یک مقاله نوشته کردیم در این مورد، در سایت ما شما میتونین بخونین و همون در فیسبوک پخش کردیم. و همچنان امروزی در این برنامه بر شما گفتم که حب الوطن من الایمان، مقصدش از روز عشق و دوستی آخرت است. و بعد از حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، وقتی که مکه را فتح میکنه و اولین کاری که میکنه که داخل مکه میشه، تمام کفار را میبخشه، اونا را قتل عام نمیکنه، میبخششون. یک گپ بسیار مهم که یک تعداد که ضد اسلام هستن همیشه همی گپای غلط به مردم چی میکنن، میبخشه مردم. بعد از اون میره کعبه را پاک میکنه از شرک و کفر و ای گپا پاکش میکنه. کار سیم که میکنه ایسته که بالاخره مبره از مکه، مبره پس مدینه میره. مکه زادگاهش بود، در اوجه تولد شده بود، در اوجه دیگه اقامت نمی کنه، پس میره به مدینه. متوجه هستین؟ برای اینکه هجرت بسیار آموزنده است و تاریخ اسلام به هجرت شروع میشه، به تولد پیغمبر شروع نمیشه صلی الله علیه و سلم. تاریخ هجرت، تاریخ اسلام به هجرت شروع میشه. هجرت انسان ساز است، هجرت جامعه ساز است، هجرت است که ما را بیدار میکنه. و این پس میره به مدینه. و بسیار جالب اینجاست که در مدینه وقتی که جناب حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، رحلت میکنن و این جهان فانی را ودا میگن، در خانه بی بی عایشه رضی الله عنها رحلت میکنه و دمو خانه دفن میشه. کسایی که حج رفتن امی جایی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم دفن است، این خانه بی بی عایشه بوده. از این خود در شریعت اسلام است که کسی که دمو دیاره که میمره، حالا کس در خانه دفن نمیکنه، دمو دیاره که یک آدم فوت میکنه، دمو دیار باید دفن شود. مثلا من در امریکا دینه میشاره که هستم میمرم، من دینه میجا باید دفن شوم. من نمیتونم وصیت کنم که مرده من رو ببرین افغانستان. این یک کار غیر شرعی است و بعضی کسا این اشتباه را کردن برای از اینکه شریعت اسلامی رو نمیفهمیدن. و گفته اقبال لاهوری که هر جای ملک ماست که ملک خدای ماست، زمین کلش زمین خداست، هر جایی که شما دفن شوید زمین خداست، در پالوی یک یهود و نصارا و اینا هم که شما دفن شوید زمین خداست. مثل که مادر ما در کشور فرانسه در یک قبرستان دفن است که در اوجه زیادترش کاتولیک ها، عیسویان کاتولیک دفن است، اما مادرم در اون دنیا جواب خودم میده، اونا جواب خودم میدن،
ای که در کجا دفن هستی مطرح نیست. لذا مقاله ما را شما میتونین که بخونین در چیز در وبسایت ما و یا در فیسبوک، در صفحه فیسبوک ما. و اما این را باید بفهمین که ما وطن خود دوست داریم منعیسه از این که وطن ما در موج کلان شدیم، اما این که را جز ایمان بگوییم این یک غلط فهمی بسیار کلان است. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون آریانا. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر.